سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 9 ماه اسد سال 1400 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. درگیری های سنگین در سومین روز حمله طالبان بر شهر هرات. دیروز رئیس جمهور همراه ما صحبت کرد و جدا و هدایت داد که تا فردا، یعنی دیشب، باید نیروها میرسه. متاسفانه وزارت دفاع غفلت کرد، قافله روان نکرد. متهم شدن رئیس ستاد ارتش و برخورد عقدمندانه با شمار از فرماندهان قول اردوها به جای مدیریت جنگ. عقدهای شخصی، عقدهایی که دارن در مقابل کسایی که قبلا اینا با اینا یا به جایشان آمده بوده یا نامده بوده، اینا میخواییم این کارها رو بکنن. به نظر من این فرصت عقده گشایی نیست. افزایش فرار نوجوانان از کشور. چیزی که قسمت باشه اونا مردیم، اگر زنده مانیم که یک دور با کار کنیم، غریبی کنیم، به خاطر ازش میریم. زرنج هم خریدم، یک چند وقت زرنج هم کردم. فعلا کسی به داخل شهر به خاطر ترس طالب نمی آید. انتقاد از نبود شفافیت در گرد آوری درآمدهای گمرک ها. با آغاز قرنطینه یک هفته‌ای در شهر کراچی پاکستان. و شروع خبرها. بیننده های گرامی، در بخش نخست خبرهای امشب نصیر احمد صالحی خبرها و گزارش ها از جنگ در هرات و مرتبط با این بحث را از شهر هرات ارائه می دهد. مهربانی آقای صالحی. تشکر. در سومین روز حمله طالبان به شهر هرات، دامنه درگیری ها نسبت به دو روز گذشته به شهر هرات نزدیک شده. این درگیری ها باعث ایجاد وحشت در شهر هرات شده و صدها خانواده خانه هایشان را ترک کردند. مقام های محلی در هرات از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر میدن و میگن که بیشتری از حمله های طالبان در برخی از ساحات شهر هرات عقب زده شده. همچنان در یک شبانه روز گذشته ولسوالی کروخ هرات به دست طالبان سقوط کرده و ولسوالی گذره این ولایت همچنان بین طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست شده. در مورد آخرین جزئیات جنگ در شهر هرات گزارش را آماده کردیم که با هم میبینیم. درگیری های سخت در جنوب شهر هرات وارد سومین روز شدند. خط نخست نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان نسبت به دو روز گذشته امروز به شهر هرات نزدیکتر شده است و شدت درگیری ها هم افزایش یافته. طالبان در همین خانه ها جابجا شدند و با نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی درگیر هستند. جنگجوی خارجی پاکستانی هم است. اینا یک برنامه درست کردند. ولی خوشبختی است که در شهر، در کمربندهای شهر با مقاومت شدید مواجه شدند و به شکست مواجه شدند. محمد اسماعیل خان با صدها تن از نیروهای زیر امرش مدیریت جنگ را در خط نخست نبرد با طالبان به عهده دارد. او حکومت را در عقب زدن حمله های طالبان بی‌پروا می‌داند. دیروز رئیس جمهور همراه ما صحبت کرد و جدا او هدایت داد که تا فردا، یعنی دیشب، باید نیروها می‌رسید. متاسفانه وزارت دفاع غفلت کرد، قافله روان نکرد. باشندگان بخش های جنوب شهر هرات به علت افزایش درگیری ها در حال فرار از خانه هایشان هستند. طالب ها آمد اگه اینجا فیرفر بود، جنگ بود، اگه ما منطقه ریاله کردیم حال ما این بجه بود داخل شهر. هم آرامش مردم و هم خورده هستم. حق ما نگه مثل مزیف موقعیت حال اگه ما صدا تیر و تیفنگ بشنویم. چوچه بوش ما هم خونه بوده شدم برفتم. همه چند تایم که هستم اینجا گوینا در حال آماده باشن که فرار کنم. دیگروال عبدالحمید حمیدی فرمانده لوای اول قول اردوی 207 زفر که مدیریت خط نخست نبرد را در جنوب شهر هرات بر دوش داشت، عصر روز جمعه در درگیری با طالبان جان باخت. والی هرات میگوید که طالبان در نخست آقای حمیدی را اسیر و پس از آن تیرباران کردند. بله پوپلسه، کم جزئیات بدون رو
جنگ در شهر هرات همچنان بسیاری مردم را سخت نگران ساخته و همچنان خیلی از مردم در بخش‌های گوناگون شهر هرات ایجاد وحشت شده. امروز بسیاری از فروشگاه‌ها، بازارها در شهر هرات به علت ترسی که از جنگ وجود داشت بسته شدن. همچنان این جنگ واکنش‌های را به همراه در پارلمان که برخلاف تعهداتشان بر شهر هرات حمله کردند و مردم را با چالش‌های زیاد روبرو ساختند. همزمان دفتر سازمان ملل متحد حمله طالبان را بر نمایندگی این سازمان هرات محکوم کرده، نکوهش کرده و همچنان که این حمله طالبان باعث کشته شدن یک نگهبان این دفتر سیاسی شده. همکار ما مسعود انصار در این مورد گزارش را از کابل تعقیب کرده که با هم می‌بینیم. پس از آن که طالبان ده‌ها ولسوالی را در ولایت‌ها به دست آوردند، اکنون این گروه فشار جنگ را بر چندین شهر از جمله هرات بیشتر ساختند. اما این حمله‌های گسترده طالبان بر شهر هرات با محکومیت‌های سخت باشندگان هرات روبرو شده است. طالبان گفتند که در شهرا عملات خود انجام نمی‌دهند، اما برخلاف تمام تعهدات خود جنگ هم شدت بخشیدند. کشیده شدن جنگ به داخل شهرها مردم را وحشت زده ساخته است و نگرانی ها را نیز بیشتر ساخته است. تو علیه دست دیگران اگر به افغانستان غیرت میکردی، کجا بودی روزی که پنجابی ها داخل سرحد افغانستان در بولدک شدن؟ بانک طالبان حمله ایشان را بر دفتر سازمان ملل متحد در این شهر رد می کنند و می گویند که در اطراف آن با نیروهای دولتی درگیر شدند، اما سازمان ملل متحد از حمله طالبان بر دفتر این سازمان و جان باختن یک نگهبان این دفتر و زخمی شدن چندین تن دیگر سخن می زند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عملیات مسلحانه طالبان را بالای دفتر یونما در ولایت هرات به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. شدت این جنگ ها سیاستگران کشور را نیز واداشته است که گرد هم آیند، چنان که ریاست جمهوری امروز میزبان یک جمع بزرگ از سیاستگران و مسئولان نهادهای امنیتی کشور بود. دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی و حفظ ارزش های دو دهه پسین و اصول قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. از سوی دیگر این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان 3 هفته پیش در نشستی در مسکو اعلام کرد که این گروه بر شهرها حمله نخواهد کرد. 34 ولایات افغانستان که به شمول کابل است، ما در کلی مراکز ولایات هیچ قسم نظامی عملیات و اجراءات نمی کنیم. شهرها مورد حمله قرار گرفته، ولسوالی ها مورد حمله قرار گرفته، تلفات بسیار بی حد و حصری به مردم رسیده. این گروه همچنان حمله نکردن به شهرها را بخشی از توافقنامه صلح دوحه نمی‌دانند. یافته های کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان از کارکردهای بیش از یک ماهی ولی محمد احمدزی رئیس ستاد ارتش نشان می‌دهند که او به جای مدیریت جنگ در تلاش عقده‌گشایی با برخی از فرماندهان قول اردو هاست. کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان میگوید که آقای احمدزی با کسانی که پیش از این به جای او در قول اردو ها گماشته شدند مشکل شخصی دارد و اکنون کوشیده که با آنان برخوردهای عقده‌مندانه داشته باشد. برخی از نظامیان پیشین نیز چگونگی مدیریت جنگ را از سوی رئیس ستاد ارتش انتقاد میکنند و میگویند که او همچون یک مدیر در هیچ میدان جنگ دیده نشده. وزارت دفاع ملی اتهام عقده‌گشایی رئیس ستاد ارتش را در برابر برخی از نظامیان کشور رد میکند. شریف امیری گزارش میدهد. ولی محمد احمدزی در ماه جوزای امسال همچون رئیس ستاد ارتش گماشته شد. مسئولیتی که مدیریت جنگ و آموزش ارتش، تجهیز نیروها، توسعه فکری و نیز مسئولیت عملی ساختن برنامه های کلان جنگی را بر عهده دارد. او همچنان عضویت شورای امنیت ملی و سرقومندانی اعلای قوای مسلح را نیز دارد. اما کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان میگوید که آقای احمدزی در مسئولیت‌هایش تا اکنون کوتاه آمده است و در مدت بیش از یک ماه بیشتر کوشیده است که در برابر رقیبانش در قول اردوها عقده‌گشایی کند. عقده‌های شخصی، عقده‌هایی که دارند در مقابل کسایی که قبلا اینا با اینا یا به جایشان آمده بوده یا نامده بوده، اینا میخواین این کارا رو بکنن. به نظر من این فرصت عقده‌گشایی نیست.
آقای احمدزی که سال 1365 هجری خورشیدی کارش را همچون یک فرمانده بلوک آغاز کرد، پس از 29 سال در سال 1394 هجری خورشیدی به فرماندهی قلوردوی 215 میوند رسید. پس از 3 سال فرمانده قلوردوی 209 شاهین شد و 18 ماه در این قلوردو کار کرد و سپس بار دیگر به فرماندهی قلوردوی 215 میوند گماشته شد. پس از آن رئیس عمومی اداره ملی محافظت عامه شد و پیش از گماشته شدنش همچون رئیس ستاد ارتش فرمانده قلوردوی 201 سیلاب بود. منابع میگویند که آقای احمدزی با فرماندهانی که پیش از این به جای او در قلوردوها گماشته شدند رابطه اثرگذار کاری ندارد. لیدرسیز قوای مسلح به اساس قوانین نافذه کشور و اصول نظامی به خاطر مدیریت بهتر جنگ شب و روز خود را یکی کرده و هیچ گونه عقده گشایی در اینجا وجود نداره. اما آقای احمدزی پس از گماشته شدنش به حیث رئیس ستاد ارتش از بهبود اوضاع جنگ اطمینان داده بود. اون در منو چه وضعیت وخیم سو و بعضی تیز مدرس او اتله ولی فعلا دفاره کم نوی پلان چې موږ لرو په هغه باندې جارو بس په دغه لحظې څخه شروع دی. این نظامی پیشین در وزارت دفاع ملی به این باور است که وجود اختلاف حامیان رئیس ستاد ارتش با فرماندهان قلوردوها، آن هم در شرایطی که جنگ در بیش از 200 جبهه ادامه دارد، سبب بحرانی تر شدن اوضاع امنیتی خواهد شد. اگر ما حداقل نگاه مشترک نداشته باشیم در مورد وضعیت، محاکمه وضعیت، حضور دشمن، چگونگی جنگ و مسائل کشفی که در اونجا وجود داره، این باعث شکست میشه. نگرانی ها از مدیریت جنگ، ناهمگی ها میان فرماندهان ارتش و وجود اختلاف ها میان رئیس ستاد ارتش با فرماندهان قلوردوها در حال بالا گرفتند که طالبان توانستند که مرکزهای بیش از 200 ولسوالی را بگیرند. همزمان با گسترش دامنه جنگ در چندین شهر، تمامی پروازهای ملکی و ولایت‌های هرات، اروزگان، هلمند، کندز، فاریاب و بدخشان متوقف شدند. باشندگان ولایت‌هایی که مرکزهایشان گواه نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند، میگویند که راه‌های زمینی ناامن هستند و اکنون راه‌های هوایی نیز برایشان بسته شدند. اداره هوانوردی از دادن جزئیات در این باره خودداری می‌کند. خالد نگزاد گزارش می دهد. پس از افتادن تمامی ولسوالی های هلمند و نیز اوضاع امنیتی شهر لشکرگاه به دست طالبان، خط نخست جنگ تا چند قدمی ساختمان فرماندهی پلیس و ساختمان مقام ولایت هلمند رسیدند. لشکرگاه ونی وسو سید جنگ دی دا جنگ د طالب سره نه دی دا د پنجابیانو سره جنگ دی دا د ایسای جنگ دی. اوضاع شهر کندهار در همسایگی هلمند نیز نگران کننده گفته می شود. په یو کیلومتری و دو کیلومتری کې د جنگ خط دی، د دغه جنگو د لاسه دلته د دغه ځای خلک لا بیا کوره سوي دي. در شهرهای هرات، طالقان، میمنه و غزنی هم درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارند. 200 ولسوالی سکوت کرده، اکثر بندرها پیش طالب هاست. یکی اینا میدان آوایی ها را یا شارا را زیر هدف نمیگیرند، این هم یک برنامه است. حمله های طالبا بالای مراکز ولایت های هرات، قندهار و هلمند با شکست روبرو شد. در ولایت تخار، در شهر طالقان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ساعات و اراضی گسترده را از وجود طالبا پاکسازی کردند. همزمان با شدت گرفتن جنگ، پروازهای داخلی ملکی به ولایت‌های هرات، اروزگان، هلمند، کندز، فاریاب و بدخشان متوقف شدند. حالا هم که پروازها کنسل شده و مردم از کار و بارشان ماندن، وقتی که اینها در زمانی که وضعیت خراب بود به کابل آمدن و حالا رفت آمد کرده نمیتونند، این بسیار مشکل است. پروازهای داخلی دمی و آخر به خاطر ناامنیا بیشتر از 60% تقلیل پیدا کردن. ما جز از 2 الی 3 ولایت به دیگه ولایت پرواز نداریم به دلیل ناامنی. از جان باختن و زخمی شدن حدود 50 نظامی و غیر نظامی در درگیری های یک شبانه روز گذشته در بخش های از کشور گزارش می شود. اما وزارت دفاع ملی می گوید که در همین مدت 131 طالب کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. طالبان این ادعا را نمی پذیرند.
شمار از مالکان مسافرخانه ها در کمپانی کابل میگویند که پس از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور، شمار مسافران که از کابل به نیمروز و سپس به ایران میروند رو به افزایش است. در همین حال بیشتر کسانی که به این مسافرخانه ها میروند جوانان زیر 20 سال و باشندگان آن بخش های شمال کشور هستند که به دست طالبان افتادند. در همین حال حکومت ترکیه هشدار داده که در کنار ساخت دیوار در مرز این کشور با ایران، تدابیر سخت‌تر دیگر را نیز روی دست گرفته و اجازه ورود غیر قانونی مهاجران افغان را به ترکیه نخواهد داد. حسیب تکفال گزارش می‌دهد. در انتظار حرکت به سوی طولانی ترین سفر زندگیشان، جوانانی که فرار را برقرار ترجیح دادند. عبدالمجید باشنده سمنگان است که 3 سال پیش از دانشکده زراعت دانشگاه کابل فارغ شد، اما در این مدت به کار آزاد پرداخته است. امروز 200 به درآمدم داشته باشم نشد. زرنجم خریدم، یک چند وقت زرنجم ای کردم. فعلا کسی به داخل شهر به خاطر ترس طالب نمی آید. میرویس پس از گذشت 3 روز از ولسوالی آقچه جوزجان به کمپانی کابل رسیده است و قرار است تا 1 روز دیگر قاچاقی به ایران و پس از آن به ترکیه برود. فعلا ما دیگه دیدیم کاروبار نبود، دیگه از اونجا بر آمدیم، مزارم از او بدتر بود. اینم فعلا روز در روز بدتری است. چیزی که قسمت باشه اونم مردیم اگر زنده ماندیم که یک دور کار کنیم، غریبی کنیم، به خاطر ازش میریم. در این میان کسانی هستند که چندین بار این راه را پیمودند و بی رسیدن به منزل مقصود بازداشت و به کشور برگشتانده شده. نرخوی که فعلا هست، یک بشکه روغن 1200 افغان در لیتر فروش است، یک بوجی آرد 1800 است، یک سیر گندم 400 روپ است. والا کشور خراب است. مسئولان مسافرخانه ها در منطقه کمپانی کابل می گویند که پس از افتادن ده ها ولسوالی به دست طالبان، اکنون روزانه به هر مسافرخانه تا 80 مسافر می آیند، در حالی که در گذشته شمار آنان کمتر از 20 بود. بیچاره مسافرین سیاست والا و خانه والا بیخی از حد تیر شده، از حد هیچ موتر پیدا نمیشه، تکیدشان قیمت شده. در این میان هستند کودکانی که تا هنوز معنای واقعی جنگ و صلح را نمیدانند و حتی تنها به زبان مادریشان یعنی ترکمنی صحبت میکنند. تازه حکومت ترکیه اعلام کرده است که با موجی از پناهجویان افغان که به گونه غیرقانونی وارد این کشور میشوند روبرو شده است. این کشور برای جلوگیری از این کار ساخت دیوار را در مرز با ایران آغاز کرده است. بیشتر کسانی که به علت اوضاع کنونی راه پرخطر سفرهای غیرقانونی را برای رسیدن به کشورهای اروپایی در پیش میگیرند جوانانی هستند که زیر 20 سالند. جوانانی که چشم امید این کشور برای داشتن یک آینده بهتر با آنان دوخته شده است. حسیب ارتکپال، طلوع نیوز، کابل. ادامه خبرها. اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نگرانی از بی‌نظمی ها در گردآوری درآمدهای ملی در گمرک های کشور میگوید که این روند در 20 سال گذشته شفاف نبوده. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در کنار دست به دست شدن گمرک ها میان حکومت و طالبان، نبود برنامه های روشن برای تنظیم امور در گمرک های کشور بسیار چالش ساز است. وزارت مالیه میپذیرد که با مشکلات کنونی در گمرک ها درآمدها از گمرک ها نزدیک به نیم کاهش یافتند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. با به دست افتیدن بیش از 6 گمرک کشور به دست طالبان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که بی‌نظمی ها در امور گمرک های کشور رو به افزایش است. شماره از وارد کنندگان در ولایت کندوز میگویند که به علت هزینه های گزاف گمرک ها در ولایت های ناامن بیشتر مردم رو به قاچاق کالاها آوردند. یک مترجمت زمانی که دولت در شهر بندر بود و 50 فی مترجمت 50 در افغانی گمرک میکردند و فعلا گمرک نیست، دایرک مترجمیان یک مترجمت با 100 لیرا 150 دلار تولی گمرک میکنه. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که در 20 سال گذشته نظام گمرکی کشور شفاف نبوده است، اما به گفته وی در حال حاضر بیشترین درآمدها در این گمرک ها حیف و میل میشوند. داوس پر افغانستان کی محصول یو سن سوی ندی کته چیر په جلال آباد کې محصول وکي نو په کابل کې بستا موټر راګرځي، کې په هرات کې وکي، په قندهار کې راګرځي، کې په کندهار کې وکي، هم په کابل کې راګرځي. وزارت مالیه میپذیرد که در یک ماه اخیر بخش چشمگیر از درآمدهای گمرکی کشور از دست رفتند.
مالی وزارت اوس محل په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډه پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګرۍ پورې تړلي دي. که په سوداګرۍ کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري. از 20 سال بدین سو از وجود فساد گسترده در ګمرکای کشور گفته می شود. در آخرین مورد چند پیش سرپرست کنونی وزارت مالیه نیز از عیف و میل بخش بزرگی از درآمدها در گمرک ها خبر داد. شماره از آگاهان با انتقاد از وزارت مالیه می گویند که به جای شکایت از وجود فساد در گمرک ها، جلوی این فساد را بگیرند. از همراهیتان با خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار.